نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما بینندگان عزیز و گرامی. ما در مورد شکر بارها حدیث هایی رو خوندیم، این دفعه میخوایم بگیم که چطور باید شکر کنیم. میدونیم باید شکر کرد، اما چطوری؟ اول باز در مورد اهمیت شکر اینو به شما بگم که وقتی شیطان از بهشت رانده شد و رجیم شد، از رحمت خدا دور شد، گفت که خدایا من کاری میکنم که انسانها اکثرا چی نباشن؟ شاکر نباشن. آیه رو ببینید در سوره اعراف، ولا تجدو اکثرهم شاکرین، شما هرگز اکثر اونها رو شاکر نخواهی یافت. پس هدف شیطان بردن انسان به جهنمه، و برای اینکه به این هدف برسه کار میکنه که انسان شکر گذار نباشه. این اهمیت شکر رو نشون میده، و اصلا قرآن شروع که میشه با شکر شروع میشه، الحمدلله رب العالمین، با حمد شروع میشه. اسم سوره هم یکی از اسامی سوره شریف هم حمده. وقتی خداوند میخواد پیغمبراش معرفی کنه نمیگه این رسول است، میگه، اما صفتش که میخواد بگه نمیگه مثلا این شجاع هست، این صبور است. چی میگه؟ میگه شاکر است. نگاه کنید در مورد حضرت ابراهیم میفرماد شاکر لانعمه، در سوره ابراهیم. در سوره اسراء، ذریه من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا، معرفی میکنم نوح رو، شکور بود، ابراهیم شاکر بود. پس ببینید اهمیتش. حالا چی به انسان میرسه اگه آدم شکر کنه؟ از قرآن اول میگیم، باز میریم طرف حدیث. یک آیه میفرماد و این تشکرو یرزه لکم، اگه شکر کنید خدا از شما راضی میشه. یک آیه دیگه به شما میگه که خداوند کسایی که شکر کنن اینا رو یک امتیاز مخصوص میده، لیقول احولا امن الله علیهم من بیننا، میگه خدا به اینا امتیاز داده. خداوند در جواب میفرماد الیس الله بعلم بالشاکرین، خدا میگه شاکرها رو نمیشناسه، به شاکرها امتیاز مخصوص میده. دیگه آیه بعدی رو ببینید که به شما بشارت میده اگر که شما شکرگزار باشید به شما عذاب نمیرسه، ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما، خدا چی کار داره که شما رو عذاب کنه اگر شما شاکر باشید و این مؤمن باشید؟ یعنی همه خوبیا در شکر جمع میشه. برای همین شیطان نمیخواد که شما شاکر باشید. از این بالاتر میخواید؟ از این بالاتر میخواید دیگه؟ از این بالاتر چیه؟ اینه، ببینید در سوره ابراهیم، و استعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر خداوند اعلان میکنه اذان میده که اگه شما شکر کنید زیادتر میدم. از این بالاتر چیه؟ شکر پول بکن زیادتر بهت میده، شکر نعمت بکن زیادتر بهت میده. یعنی شکر باعث زیادی میشه دیگه، از این بالاتر نیست. و برای همین خداوند در مورد حضرت ابراهیم میفرماد که و آتیناه فی الدنیا حسنا و انه فی الاخره لمن الصالحین، به خاطر شکرش هم دنیا رو بهش دادیم هم آخرت رو بهش دادیم. اهمیت شکر فهمیدید؟ حالا چطوری شکر کنیم؟ بیا ببینیم که نعمان بن بشیر چی میگه رضی الله عنه، صحابی جوان پیغمبر. از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم روایت میکنه که ایشون فرمود من لا یشکر الیسیر لا یشکر الکثیر، کسی که کم شکر نکنه زیادم شکر نمیکنه. یعنی اگر شما چیزی کمی خدا بهت داد شاکر باشی، زیادم شکر میکنی، کم و زیاد نسبیه دیگه. یه دو چرخه بهت داد اگه شاکر شدی، ماشینم بهت میده، مثلا هواپیما هم بهت داده شاکر بشی، نمیشی. یعنی سر دو چرخه اگه شاکر نشی تو هواپیما برات مهم نمیشه. باز اینجوریه. پس باید که دائما شکر کرد. حالا آیه بعدی رو ببینید، حدیث بعدی رو ببینید. یعنی چیزای کوچیکم خدا بهتون میده شکر کنید. حدیث بعدی رو ببینید، نوبان ابن بشیر رضی الله عنه روایت میکنه باز از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماد و من لا یشکر الناس لا یشکر الله عزوجل، کسی که از مردم شکرگزاری نکنه، تشکر نکنه، سپاسگزاری نکنه، از خدا هم نمیکنه.
یکی به تو خوبی میکنه، چای برات میاره، بگو ممنونم. من یادم میاد تو حالا اینه که گفتم جالبه که خاطره شبکه نور براتون بگم. یه روزی ما تو شبکه خود ما یک به اصطلاح آبدارچی باشی بگیم چی بگیم داشتیم که از پاکستان بود و این تو کشوری که ما بودیم، این به من یه روز گفت که من یه جای دیگه کار پیدا کردم، یعنی حقوق من یک چهارم زیادتر از این حقوق، یعنی مثلا اگه حقوقش 2000 بود 2500 ولی نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ شما خب سالها مثلا یک سال میای از خونه بیرون به خاطر پول دیگه، که به خونه پول بدی این که بهتره. کارش گفتم سخته؟ نه. گفت کارش هم سخت نیست. گفتم پس چرا نمیری؟ گفت برای اینکه در این پیش شما که کار میکنیم اینا شیخا هستن و به من احترام میذارن. ببینید این حرفشو باز میگه، مثلا دیروز من از سفر اومده بودم، مثل که یک عضو خانواده اومده، همشون اومدن با من سلام علیک کردن. باز فرداش ما نشسته بودیم جلسه داشتیم، خاطره رو دارم بهتون میگم، این آدم اومد برای همه ما چای آورد و هر جلوی هر کسی که چای گذاشت یه تشکری ازش کرد، جلوی هر کسی من توجه کردم. وقتی بیرون رفت باز من اینو بهشون گفتم که این آدم اینقدر درهم زیادتر بهش حقوق میدادن، 500 درهم نرفت از پیش شما به خاطر اینکه میگه شما به اصطلاح با اون رفتار محترمانه دارید برخلاف بعضی جاهای دیگه. منظورم تشکر از مردم کارو پیش میبره، زندگی رو پیش میبره، لذت آور میکنه. من این حدیث رو دوباره ببینید، پیامبر فرمود و من لا یشکر الناس لا یشکر الله لا یشکر الله عز وجل، کسی که از مردم شکرگزاری نکنه خدا رو هم شکر نمیگه. یک مولوی رو من میشناسم در زندگی، خیلی اتفاقا اونم پاکستانی، خیلی موفقه، از هر لحاظ این آدم انسان موفقی هست، یعنی نمیشه گفت که مولا درزش میره در توفیق این. یک بار شنیدم از کسی که به شهر دیگری رفته، نوش دنیا میومده، خانومش هم برده، مثلا برای دخترش خانم زحمتی کشیده اینا، باز میگه صاحبخونه میگه از من پرسید که گل فروشی اینجا کجاست. به اصطلاح خب این گل فروشی دیگه ما رو پسر هاست که برن برای دختر ها گل بگیرن و فلان اینا. باز من گفت فلان جاست، تعجبم کرد، دید که رفته یه گل خریده برای خانمش داده، تشکر ازش کرده که زحمت کشیدی. داستان یک مولوی توی یک دومی رو در کتاب خوندم، اینه که شنیدم از آدم موثقی، یک مولوی به اصطلاح میگه یکی از مریدای من منو دعوت کرد به مهمانی، میگه غذا خوردم، غذا انصافا خوشمزه بود، غذای خوشمزه، احترام منو نگه میداشتن، به اصطلاح من مهمان محترمی براشون بودم، غذا خیلی خوشمزه بود. میگه تشکر کردم، گفتم از خانمتون تشکر کن، دیدم میگه از پشت پرده صدای به اصطلاح مثلا پاکستانی نمیدونم ولی چجوری ترجمه کنم، یعنی این صدای به اصطلاح ناراحتی اومد از پشت پرده. میگه خانمش گفت که شوهر من هیچ وقت از من تشکر نکرد که من غذا رو پختم، میپزم، همیشه میگه همین رو میپزم. میگه من بهش گفتم که آقا بی انصاف، آدم باید تشکر کنه، اگه چیز خوبی دیدی باید تشکر کنی. این پیامبر ما به ما یاد داده از پدر مادر تشکر کنه، از دوست تشکر کنه، از دکان، از مغازه‌ای که ازش خرید میکنه اگه چیز خوبی بهت میده تشکر کن، به هر کس، هر کس. تشکر یاد آدم میمونه، به یاد آدم میمونه. من یک بار در دبی رانندگی میکردم، حالا گفتم بذار اینم بگم، یه ماشین از فری میپیچید، من وایستادم، یعنی براش، نفر ظاهرا چهره اروپایی داشت، دیدم که دستش با عنوان لایک بر من نشوند، یعنی تشکر کرد دیگه، میتونست بدون تشکر بره. حاکزا یه دفعه یادم میاد که به خاطر پلیس اونم نه از به اصطلاح حالا این دفعه از روی ترس، نیمی از ترس، چون تو کشور دیگه ای که بودم دیگه پلیس باید که حق تقدم داشت، حق تقدم با من بود، وایستادم تا پلیس رد شه. دیدم پلیس که رد شدم برای من دست کن میده تو دبی. برای من جالب بود که به اصطلاح تشکر یعنی انسان رو خوشحال میکنه، به پیامبر این رو به ما گفته که اگه از مردم تشکر نکنی از خدا نکردی. توضیح زیاد دادم، بریم به چه حدیث ها رو باید بخونم، تون تون میخونم عرض به حضور شما که حالا حدیث بعدی رو ببینید. بازم نعمان ابن بشیر رضی الله عنه صحابی جوار از پیغمبر فرمایش پیغمبر به ما رسونده که ایشون فرمودن التحدث به نعم الله شکر و ترکها کفر. سخن گفتن از نعمت‌های خدا شکره، یعنی خدا یه نعمت بهت داده برای دوستات بگو، نه از رای فخر، به خاطر اینکه نعمت خدا رو بازگویی کنی. اگه این نعمت مثلا در دین بهت داده، مثلا روز دوشنبه روزه میگیری، اینم بگو مثلا من روز دوشنبه روزه میگیرم برای که یاد بگیرم،
مثلا میگم یا خدا یه کمک خاصی بهت کرده، بگو تا مردم بفهمن که خدا هست و کمک میکنه، این شکره. حالا به هیچ کس هم نمیگی، تو نفس خودت بگو که خدا من یادم است که فلان روز من کمک کردی، خدا من یادم است که فلان مهلکه من نجات دادی، خدا من یادم است که فلان فلان. این خودش همه شکره. پس یه راه شکر داریم. چی میگیم؟ داریم میگیم چجوری شکر کنیم. از مردم باید تشکر کنیم، از خدای خود باید نعمتهای خدا رو یادآوری کنیم، نعمتهای کوچیکی باید تشکر کنیم. و در قرآن هست و اما به نعمت را حضرت موسی خداوند بهش بگو و ذکر هم به ایام الله، مردم به یاد روزای خدایی بده. مثل روزی که شما را از فرعون نجات داد، روزی که پول نداشته یه دفعه خدا به پول داد. اینا ایام الله است. باید انسان راهگاهی تو زندگی هر کس هست، تو زندگی همه ما هست. آن از دیگه بود مثلا عرض کنیم شما میرفتی ماشین نزدیکی تو رو بزنه، خدا میگه یه ایام الله شد برید باقای اینا رو میاد کنید مشکل این آن سهلی شد کردن رو حضرت عرصه بن مالک از پیغمبر خدا شد. حضرت رسول چی فرمودن صلی الله علیه وسلم؟ فرمودن ان الله لیرعى من عبد یأکل اکلتا او یشرب شربتا لیحمده علیها. خداوند راضی میشه، راضی میشه از بنده ای که وقتی غذا میخوره شکر میکنه، حمد میکنه، میگه الحمدلله. وقتی که چیزی مینشینه میگه الحمدلله. این دیگه که آسونه دیگه، که نیت هم بکنی اگر یادت رفت بگو نیت میکنی که آقا از حالا من تا آخر عمرم هر وقت غذای خوردم شکر خدا رو میگم، هر وقت چیزی نوشیدم شکر خدا رو میگم. اگر یادت رفت چی میشه؟ هیچی نمیشه، ثوابش برات نوشته میشه. اگر یادت رفت این کار خیلی آسونه. این دیگه سخته که تو به یاد بیاری که نعمت خدا بهت داده. حالا بگو فایدهش چیه؟ فایدهش این است که تو میفهمی که با تقلب نعمت به دست نمیاد، با غش و کلک زدن نعمت به دست نمیاد. خدا میده غذا رو. تو میگی من کار کردم غذا رو آوردم دیگه، چرا شکر کنم؟ نه، خدا بهت داده. اینه، متوجه هستید؟ عقیدت درست میشه، برای همین ثوابش زیاده. اگه یادت هم رفت مشکلی نداره، تو شاکر هستی. شیطان ناامید میشه، شیطان میخواد که تو شاکر نباشی، یادت باشه. یه چیزی یادتون باشه، شکر اینجوریه که ما دائما به چیزای بد فکر میکنیم. آفلا اینجوری میشه، اینطور میشه، همین به ما تزریق میشه که خود حالا این کارو کردم کار بعدی. باز یه فکری میاد از صبح بلند میشه، در فکرت فکرای بد میاد. همینطور انسان خلق شده، یعنی به شما زهر تزریق میشه، نفس شما شما رو ملامت میکنه برای که زندگی پیش بره. خب حالا شما به خودتون سرم بزنید با شکر، از اون ور اون ضربه میزنه، از این ور خودتون رو تقویت کنید با شکر. متوجه هستید؟ شکر باز شما رو زندگی رو شکر فقط عرض به حضور شما به زبانه، نه عمل هم هست. مثلا حضرت لوط و آل لوط شاکر بودن. مگه چیکار کرده بودن؟ اونا کار قوم لوط رو انجام نمیدادن، شاکر بودن. اینم شکر شد. بله، وقتی شما کار بد انجام نمیدی، یعنی داری کار حرف خدا رو اطاعت میکنی. تو ما وقتی به فیلم سکسی نگاه نمیکنی مثلا، میگم خب داری اطاعت میکنی، یعنی شاکر هستی. نگاه کنید آیه رو در سوره مبارکه قمر آیه 35، نعمت همین این دینا تذالک نجزی من شکر. این نعمتی میگه از ما بود که آل لوط نجات دادیم، بقیه رو سوزوندیم، سنگ باروندیم، فقط آل لوط نجات دادیم. نعمت من اندنا، از طرف خود نعمتی دادیم. چرا؟ برای چرا به بقیه ندادم؟ برای اینکه نیزی من شکر کذالک نیزی من شکر. هر کس که شاکر باشه رو ما نعمت میدیم. قوم لوط شاکر نبودن، خدا برایشون زنا رو خلق کرده بود، رفتن دنبال مردا. آل لوط شاکر بودن، خدا اینا رو نجات داد. پس میتونه عمل هم شکر باشه. پس شما اگه خودتون رو مثلا در اینترنت یه چیز بدی میبینید نگاه نکنید، این شاکر شدید. ببین چقدر ساده است. تو میگه خدا چشم من داده، من باید چشم رو خوب استفاده کنم. لذا وقتی نگاه نکنی شاکر میشی. و اگر خدا نکرده مبتلا هستید چی کنید؟ توبه کنید. حالا نگاه کنید، بیاری دیگه حدیث ها رو بیاری لطفا. معذرت میخوام. خدا خداوندم در آیه قرآن میفرماد اعملوا آل داوود شکرا. آل داوود عمل شکر بکنید.
عمل شکر بکن. نماز مثلا یه جور شکره. نگاه کنید ابوبکر روایت میکنه از پیغمبر رضی الله عنه، ابوبکر از ابوبکر صحابی است، غیر از ابوبکر امیرالمومنین ابوبکر نه، از پیامبر روایت میکنه صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی انه کان اذا جاءه امر یسر به خر ساجدا شاکرا لله تعالی، اگر چیز خوبی خبر خوبی بهش میرسید به سجده میافتاد. سجده عمله، شکر خدا رو میگه. روزه هم شکره. نگاه کنید حالا شما میتونید یه کار رو نتونید بکنید، مشکلی نداره، بعضی کارا رو میتونید بعضی کارا رو نمیتونید، من همه رو میگم. یک شما انجام بدید شاکر هستید. ابن عباس روایت میکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که به مدینه اومد دید که یهودیا روزه میگیرن روز عاشورا، گفت که شما چرا، ما هاذا الیوم الذی تصومونه، و شما چرا در این روز روزی میگیرید؟ فرمودن، گفتن که امروز روز عظیمی هست، امروز روز بزرگیه، خدا موسی را نجات داده، قومش را نجات داده، فرعون و قومش را غرق کرده و موسی به خاطر این شکر کرد. حسامه موسی شکرن، موسی میگه شکر خدا رو گفت، روزه گرفت، فقط به زبان نه، به روزه هم تشکر کرد از خدا. به ما که ما هم روزه میگیریم، فنحنو نسومو، ما هم روزه میگیریم. پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم، فنحنو احق و اولا به موسی منکم، فصامه رسول الله صلی الله علیه و سلم و امر به صیام. پیغمبر گفت ما که به شما از موسی نزدیکتر هستیم، اصلا دین ما دین موسی است، توحیده. پس گفت که ما مثل موسی روزه میگیریم و فرمود که این روز روزه بگیرید و گناه یک سال معاف میشه، البته واجب نیست، ولی خیلی خوبه که انسان روزه بگیره. دیگه کاری که پیامبر میکرد، شبا بلند میشد نماز میخوند. حضرت عایشه میگه که من میدیدم که پیامبر بلند میشه اینقدر نماز میخونه که پاهاش برم میکنه. عایشه میگفتم یا رسول الله، یا رسول الله، تو چرا این کارو میکنی در حالی که همه گناهات بخشیده شده، گناه گذشته و آیندهت بخشیده شده؟ فرمود صلی الله علیه و سلم، فرمود افلا احب ان اكون عبدا شکورا، میگه دوست داشته باشم که بنده شاکری باشم، خدا گناه های منو بخشیده، منم نماز میخونم، تشکر از خدای خود میکنم. پس الحمدلله شکر اول قرآن، شیطان نمیخواد که ما شاکر باشیم. و جالبه بدونید که الحمدلله در عین حال دعا هم هست، افضل دعاست. نگاه کنید جابر بن عبدالله چی میفرماد، میفرماد که افضل دعا الحمدلله، یعنی شما وقتی الحمدلله میگی شکر میکنی، اما دعا هم هست. چرا دعاست؟ مثلا شما به خاطر پول الحمدلله میگی، شکر شد، ولی چون زیاد میشه دعا شد دیگه، چون که شکر کنی زیاد میشه، متوجه هستید؟ و برای همین است که ما در حدیثی داریم که اوج دعا چی است. ابو هریره به ما روایت کرده که پیامبر فرمود اتحبون ان تجتهدوا فی الدعاء، میگه دوست دارید که خیلی دعای زیاد بکنید ولی کم باشه ولی زیاد باشه؟ گفتم بله. قولو بود، فرمود بگید اللهم اعنا علی شکرک و ذکرک و حسن عبادتک، خدایا کمکم کن که شاکر باشم ذاکر باشم. شاکر اول گفته، شاکر باشم ذاکر باشم صالح باشم. پس از خدا کمک میخوای، اگر نمیتونیم شکر کنیم به خدا، خدا به من کمک کن من شاکر باشم. همین دعای جور دیگه هست که حضرت معاذ بن جبل پیغمبر دستش میگیره، میگه ای معاذ به خدا که من تو رو خیلی دوست دارم. اونم میگه که یا رسول الله پدر مادرم به فدای تو، منم خیلی شما رو دوست دارم. باز پیامبر دستش رو ول نمیکنه، بهش میگه که من تو به توی وصیت میکنم. وصیت به پیامبر برای معاذ بن جبل رضی الله عنه برای ما هم هست. ببینید پیامبر چی وصیت کرده. اوسی که یا معاذ، ای معاذ من تو رو وصیت میکنم، لا تدعن فی دبر کل صلات ان تقول اللهم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. میگه ای دوچی من تو رو نصیحت میکنم، وصیت میکنم که هیچ نمازی نباشه که قبل از تشهد تو این دعا رو بخونی، بعد از سلام تشهد یعنی بعد از درود این دعا رو بخونی، اللهم اینی علا ذکری کرد و شکری کرد و حسن عبادت، یعنی قبل از سلام این دعا رو بخونی که خدایا منو کمک کن که ذاکر باشم شاکر باشم. بازم شکر شد. بله دیگه، بس با همین اکتفا میکنیم. بینندگان عزیز، الله حافظ و نگهدار همیشو. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. یا محمد یا نبی الله، یا محمد یا حبیب الله.